سلام، شبتون بخیر. دیشب ما در خدمتتون نبودیم، اما امشب با 4 فیلم با 2 روزی که در برج میلاد تهران فیلم ها به نمایش در اومد در خدمتتون هستیم. همین اول کار بگم یادتون نره ما رو توی یوتیوب صفحه پاپکورن مدیا رو سابسکرایب کنید، ما رو دنبال کنید و برنامه لانگ شات رو ببینید. خوشحال میشیم نظراتتون رو بشنویم. یه اتفاقی که توی 2-3 روز اخیر افتاده درباره آرای مردمی و سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاچی‌هایی که خیلی برای صاحبان آثار مهمه. داده یه سری تهیه کننده ها در اومده که ظاهرا تو این دوره یه سری مهندسی ها صورت گرفته، در صورتی که تو دوره های پیش هم این اتفاق افتاده بود، یعنی اعتراض تهیه کننده ها، اعتراض صاحبان آثار به این قضیه. و امسال مثل اینکه 2-3 تا تهیه کننده خیلی سفت و سخت پای این قضیه وایستادن و امیدوارن که بتونن به حقشون برسن. فیلم هایی مثل مرد بازنده، شادروان و اخیراً هم دسته دختران تهیه کننده هاشون سفت و محکم وایستادن و میخوان این بحث آرای مردمی رو امسال به هر شکلی هست مشخص و شفافش بکنن. آقای خزایی هم رئیس سازمان سینمایی یه دستوری داده که در واقع آقای نقاش‌زاده دبیر جشنواره به این وضعیت هرچه سریعتر ورود بکنه، یه کمیته تشکیل بده که به این مسئله رسیدگی بکنن. اینجور که بوش میاد امسال سیمرغ مردمی رو هواست و معلوم نیستش که چه اتفاقی قرار هست به این سیمرغ مهم، در واقع چه اتفاقی قرار هست برای این سیمرغ مهم جشنواره بیفته. یکی از خبرهای خوبی که توی 1-2 روز اخیر شنیدیم این بودش که قرار هست بزرگداشت رو برای احمدرضا معتمدی بگیرن، آقای دکتر احمدرضا معتمدی که اخیراً هم در بستر بیماری بودن، براشون آرزوی سلامتی داریم. آقای معتمدی خب فیلم‌های خوبی ساختن، دیوانه از قفس پرید، آلزایمر، سوء تفاهم و فیلم های دیگه شون. امیدوارم که این اتفاق باعث بشه که یه روحیه مضاعفی بگیرن و یه ذره تو شرایط روانی خوبی قرار بگیرن و آرزوی سلامتی داریم برای ایشون. واکنش ها به فیلم موقعیت مهدی همچنان ادامه داره، از همه طیف ها ما داریم واکنش میشنویم، واکنش های مثبت میبینیم، اما 1-2 تا واکنش خیلی جذاب رو ما این 2-3 روز اخیر داشتیم. یکیش برای خانم لیلی گلستان از مترجما و گالری دالای خوب کشورمون هستش که فیلم رو دیده بودن و توی اینستاگرامشون یادداشت رو نوشته بودن، از آقای حجازی تشکر کرده بودن و فیلم رو به یک شعر بلند زیبا تشبیه کرده بودن. نفر بعدی هم که این فیلم رو پسندیدن آقای همیشه منتقد، آقای مسعود فراستی بودن که از فیلم به خوبی یاد کردن و تشکر کردن از دست اندرکارانشون و گفتن که این فیلم خیلی خوبه. خب واقعا هر فیلمی رو ایشون نمیپسنده، این موقعیت مهدی هم لابد فیلم خوبی بوده که آقای فراستی پسندیدن. اما احتمالا تا الان دیگه همه چیز آماده شده برای اعلام نامزدهای سودای سیمرغ توی جشنواره‌ای که به فیلماش خیلی انتقاد بوده و فیلم‌های ضعیفی توش حضور داشته. واقعا حضور در نامزدها و اعلام نامزدها اصلا یه اتفاق خیلی مهمیه که ببینیم با این همه فیلم ضعیفی که توی جشنواره حضور داشته قرار هست چه فیلم‌هایی تو چه بخش‌هایی نامزد بشن. آیا اصلا امسال به رویه چندین و چند سال قبل که مثلا میگفتن بهترین فیلم رو ما نداشتیم، بهترین کارگردانی نداشتیم، امسال همین جسارت وجود داره که هیئت داوران بیاد بگه که ما تو فلان بخش شایسته تقدیر، شایسته سیمرغ نداشتیم، یا اینکه باز مثل بحث هیئت انتخاب یک سری چیزای مصلحتی قرار هستش توی چهارچوب جشنواره قرار بگیره. واقعا یه هندونه دربسته است. اما چیزی که ما شنیدیم قرار هستش آقای شهاب حسینی یا به صورت زنده یا به صورت ویدیوی ضبط شده اسامی نامزدهای بخش سودای سیمرغ رو اعلام بکنن. واقعا باید ببینیم که چه اسمهایی از چه فیلمهایی قرار هست اعلام بشه، چون برای همه ما که امسال میشنیدیم و میدیدیم که جشنواره پر از انتقاده خیلی مهمه که ببینیم چه فیلم‌هایی انتخاب شد. اما شاید براتون جالب باشه درباره بحث اختتامیه جشنواره بدونید، چیزی که خیلی ها دوست دارن توش حضور داشته باشن، از رسانه‌ها و مردم عادی تا هنرمندا. چیزی که
ما شنیدیم به خاطر بحث شیوع کرونا و اوجگیری کرونا امسال احتمالاً اختتامیه جشنواره به صورت آنلاین برگزار میشه و فقط و فقط نامزدها و تعداد محدودی از رسانه‌ها حضور دارن که شاید البته رسانه‌ها هم حضور نداشته باشن و تنها ستاد خبری جشنواره و یکی دو تا شبکه رادیویی و تلویزیونی قرار هست این جشنواره رو پوشش بدن اختتامیه جشنواره رو. خب واقعا توی این شرایط دعوت کردن مهمان اون هم توی برج میلاد و اون جمعیتی که هر سال مشاهده هستیم خیلی مواقع اصلا کنترل جمعیتی که بیرون برای حضور در اختتامیه هستن سخت میشه و اصلا دیگه نمیشه کاری کرد. به نظرم تصمیم درستیه و یکی از معدود تصمیم‌های درست جشنواره امسال همین هست که اختتامیه جشنواره به صورت آنلاین برگزار بشه. واقعا امیدوارم این اتفاق بیفته. اما روز سه‌شنبه دو تا فیلم توی برج میلاد به نمایش در اومد. اولی فیلم شهرک به کارگردانی علی حضرتی و دومی فیلم 2888 به کارگردانی کیوان علی محمدی بود. بریم صحبت‌های محمدحسین لواسانی رو درباره این دو تا فیلم ببینیم، برگردیم با فیلم‌های روز چهارشنبه صحبت می‌کنیم با هم. فیلم سینمایی 2888 به کارگردانی کیوان علی محمدی و تهیه کنندگی علی اوجی دومی فیلمی بود که سه‌شنبه به اکران در اومد در خانه جشنواره و دوستداران سینما، اهالی مطبوعات به تماشای این فیلم نشستن. خب این فیلم هم از همونطور که از اسمش برمیاد از معدود فیلمایی است که با عدد مثل آبادان 1160 یه اسم این شکلی داره که با عدد روش کار شده. علی محمدی به اتفاق دوستان اومدن 8 سال جنگ رو ضرب در 365 روز کردن و به این عدد 2888 رسیدن. از نکات جالب نگیم فیلم بگیم اتفاقات پیرامونش، نشست مطبوعاتی این فیلم بود که آقای کیوان علی محمدی انقدر متاثر از این ماجرا بودن که با بغض و گریه خیلی تند، خیلی مثل ابر بهار به قول گفتنی اشک می‌ریختن و کارشون به اورژانس کشیده شد. نشست رو ترک کردن و کارشون به اورژانس کشیده شد و ساعتی بعد مجدد به خانه جشنواره بازگشتن. این فیلم که فضای کاملا سیاه و سفید داشت به هر حال تصمیم گرفته بودن که به این شکل ارائهش بدن، خیلی نتونست نظر اهالی رسانه رو به خودش جلب کنه، یا بهتر بگیم اصلا نتونست. گرچه خیلی هم معتقد بودم میتونست فیلم خوبی بشه ولی خب این اتفاق براش نیفتاد. رشادت های نیروی هوایی ما رو نشون میداد در 8 سال جنگ تحمیلی. به هر حال سعیشون رو گذاشته بودن که بتونن یک جورایی نشون بدن رشادت های این عزیزان رو، البته که در اون بخش شاید موفق بودن اما خب فیلم خوبی چندان عذاب در نیامد. فیلم سینمایی شهرک به کارگردانی علی حضرتی روز گذشته در خانه جشنواره سه‌شنبه فیلم سینمایی شهرک به کارگردانی علی حضرتی روز سه‌شنبه در خانه جشنواره در سانس اول به اکران در اومد. خب خیلی ها دوست داشتن ببینن که آقازاده، یعنی به یه شکلی که خودشون هم آقازاده محسوب میشه، پسر آقای الیاس حضرتی در این کار چجوری عمل کردشون، به چه شکل بوده و چه فیلمی رو روی پرده بردن واسه اهالی سینما. ایده خوبی بود، واقعا ایده دوست داشتنی بود، اما پرداخت بد، کسل کننده، ملال آور. اونجور که من میدیدم خیلی ها اواسط فیلم هم نرسیده سالن رو ترک کردن و خیلی نتونست نظر، یا میتونیم بگیم اصلا نتونست نظر مخاطبا رو به خودش جلب کنه. خب صحبت های محمدحسین لواسانی بود درباره فیلم شهرک و فیلم 2888. اما روز چهارشنبه دو تا فیلم دیگه به نمایش در اومد که فیلم زد به کارگردانی امیرعباس ربیعی و فیلم خائن‌کشی به کارگردانی مسعود کیمیایی که اصلا از قبل جشنواره پر از حاشیه بوده و حاشیه های زیادی هم داشت که فکر میکنم نشستش هم نشست پرحاشیه‌ای بوده.
بریم صحبت‌های مجدداً محمد حسین لواسانی درباره فیلم زد رو ببینیم، برمیگردیم و درباره خائن‌کشی با هم صحبت می‌کنیم. فیلم سینمایی زد به کارگردانی آقای امیرعباس ربیعی که خب ما پیشتر لباس شخصی رو از ایشون که اول فیلمشون هم بود به یاد میاریم، در روز چهارشنبه و سانس اول خانه جشنواره به اکران در اومد. این فیلم در دایره فیلم‌های مستند داستانی یا درام سیاسی قرار میگیره، اما خب نه درام داشت نه چیزی به لحاظ سیاسی بر ما و سایر دوستان افزود، به این خاطر که خیلی فیلم اون داستان درامی که درش ایجاد کرده بودن، اون عاشقانه‌ای که درش ایجاد کردن، خیلی سطحی و خیلی رو و خیلی قابل پیشبینی بود و از سمتی اون مسئله سیاسی که به واقعی تلخ هفتم تیر ماه باز میگشت و ترور شهید بهشتی در اون زمینه هم داده خاصی به ما نداد. خب خیلی ها از جمله خودم توقع دارن وقتی به تماشای همچین فیلم هایی میشینن با پرسش سالون رو ترک کنن، یعنی یک سوالاتی در ذهنشون ایجاد شه و با اون سوالات سالون رو ترک کنن، که این اتفاق اصلا نیفتاد و چراغی هم در ذهن ما روشن نکرد. در اون بخش درامش هم نه، هیچ جذابیتی نداشت، خیلی دیالوگ‌های دم دستی، خیلی اتفاقاتی که ما اوه خیلی دیدیم، یعنی یک عاشقانه بسیار ضعیف و نتونسته بود در بیاد. خیلی تو نشست دوستان اصرار داشتن که تعلیق وجود داره در فیلم، ولی در حالی که هیچ تعلیقی هم وجود نداشت، تمام اتفاقات قابل پیش بینی بود. حالا شاید بگیم که خب یک ماجرای سیاسی بوده همه ما میدونیم، بله، اما در اون بخشی هم که درام ماجرا بود کاملا اتفاقات قابل پیشبینی بود، به خاطر این خالی از هر گونه هیجانی بود. البته من شورش رو واقعا دوست داشتم، یعنی ابتدا که همون تیتراژ هم هست فیلم میاد شروعشه، شما فکر میکنید که با یک فیلم خوبی مواجهی، اما شاید همون دو سه دقیقه ابتدایی باشه و بعد متاسفانه اتفاقات خوبی برای فیلم و داده‌ای که به ما میدن هیچ داده نوعی درش نداره، همونطور که گفتم درامش هم درام ضعیفیه. خب دیدیم و شنیدیم صحبت‌های محمد حسین لواسانی درباره فیلم زد رو. فیلم خائن‌کشی از قبل جشنواره واقعا پر از حاشیه بوده، نشستش هم کم حاشیه نداشته. همون ابتدای نشست علی اوجی درباره عدم حضور کیمیایی گفتن که پاشون رو عمل کردن، که مهران مدیری در جواب گفته که اصلا هم اینطور نبوده، آقای کیمیایی اصلا قصد حضور در این نشست رو نداشتن، اما امروز پاشون رو عمل کردن. یه جای دیگه هم آقای کیمیایی گفت، آقای مدیری توی نشست گفتن که عوامل به خواهش من به این نشست اومدن، چون اگر ما به نشست فیلم نمی اومدیم حضور آقای کیمیایی حس، عدم حضور آقای کیمیایی حس نمی شد، ما اومدیم که توی نشست عدم حضور آقای کیمیایی احساس بشه، که واقعا هم همینطور بود. خب سالهاست آقای کیمیایی توی نشست‌های پرسش و پاسخ و فیلم‌هاشون حضور پیدا نمی‌کنه و آخرین بار فکر می‌کنم قاتل اهلی بود که کلی هم حاشیه داشت. یه جای دیگه هم علی اوجی گفتش که این فیلم 240 ساعت تصویر داره و قرار هستش به صورت سریال توی شبکه نمایش خانگی پخش بشه. حالا این دیگه معلوم نیستش قرار هست فیلم سینماییش اول پخش بشه یا سریالش، چون اگر یه نگاهی به جدول فروش فیلم‌های جشنواره بندازیم، فیلم خائن‌کشی بعد از ملاقات خصوصی و مرد بازنده سومین رتبه رو توی فروش بلیت جشنواره داره، که خب اینم خیلی جالبه. به هر حال امیدواریم اتفاقای خوبی بیفته. اما درباره فیلم اگر بخوام یکی دو دقیقه صحبت بکنم، فیلم به نسبت دو سه تا فیلم آقای کیمیایی، دو سه تا فیلم آخر آقای کیمیایی مثل خون شد، مثل قاتل اهلی، فیلم خوبیه، فیلم جونداریه، واقعا یک سینمای خوب رو ما داریم از این فیلم میبینیم، منتها به قول یکی از دوستانمون با بازیگران بد. بازیگرایی که انتخاب شدن واقعا در قد و قواره این فیلمی که میتونست یه فیلم فوق‌العاده جذابی باشه نبودن. شاید علتش این بوده که این فیلم دوره همی آقای علی اوجی و دوستانش بوده، چون به هر حال بازی ها رو نگاه میکنی خیلی جاها تو ذوق میزنه، خیلی جاها مصنوعیه و این کار رو خراب کرده. کاری که میتونست
طی 10 سال گذشته، طی 10 15 سال گذشته به عنوان یکی از فیلم‌های خوب آقای کیمیایی معرفی بشه، متاسفانه به خاطر انتخاب بازیگرای بعد نتونسته اونجوری که باید به عنوان یک فیلم خوب مطرح بشه. اما خب طراحی صحنه، تصویربرداری، تا حدودی فیلمنامه و تا حدودی حتی کارگردانی به نظر من چیزی بودش که مورد رضایت بود و میتونست نمره قبولی رو بگیره. باز هم میگم اگر توی انتخاباش آقای علی اوجی و دوستان قرار نبود بازی بکنن. خب مرسی که امشب هم نگاهتون رو به ما دادید. شاید یکی دو شب دیگه ما در خدمتتون باشیم از جشنواره و بتونیم اخبار مربوط به این یکی دو شب رو خدمتتون ارائه بدیم. حتما کانال پاپ کورن مدیا رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید، ما رو دنبال کنید و کامنت بذارید. برنامه لانشات رو ببینید. خوشحال میشیم برای ما نظراتتون رو بفرستید. تا فردا شب، خدا نگهدار.